دوستان سلام خواص چای سبز به قدری بیشمار است که در یک عبارت میتوان آن را درمان تمام بیماری ها و راهی برای زیبایی و تناسب اندام معرفی کرد چای سبز نوعی چای است که از جوانه ها و های تازه گیاه چای به دست میآید در فرایند تولید این چای اکسایش بسیار کم صورت میپذیرد چای سبز انواع مختلفی همچون چینی و ژاپنی دارد که در ادامه به بررسی خواص و فواید و همچنین عوارض احتمالی آن خواهیم پرداخت نوشیدن چای سبز را عاملی برای جلوگیری از ابتلا به سرطان میدانند چرا که میزان آنتی اکسیدان های موجود در آن 100 برابر تاثیرگذارتر از ویتامین C و 25 برابر تأثیرگذارتر از ویتامین E است توجه کنیم که ویتامین C و E به عنوان دو آنتی اکسیدان مهم مطرح هستند دلیل اصلی ضد پیری بودن چای سبز وجود میزان قابل توجهی آنتی اکسیدان به ویژه آنتی اکسیدان های مؤثر در حفظ شادابی و جوانی موجود در چای سبز است. آنتی ها یکی از شاخص عوامل برای حفظ سلامتی و شادابی سلول های بدن با به تعویق انداختن شروع روند پیری سلول ها هستند. اگر تصمیم دارید با مصرف چای سبز با چاقی و اضافه وزن خداحافظی کنید باید برای مصرف آن در طول روز برنامه ریزی داشته باشید و از مصرف این نوشیدنی گیاهی بدون برنامه پرهیز کنید. بهترین زمان برای نوشیدن چای سبز به منظور کاهش وزن دو ساعت پس از صرف غذا در وعده های غذایی است به این ترتیب شما علاوه بر که از خواص درمانی چای برای کاهش وزن بهره میبرید خلالی در میزان جذب آهن به وجود نمی آورید زیرا چای سبز همانند چای سیاه موجب کاهش جذب آهن موجود در غذا می شود باید توجه داشته باشید نوشیدن سه تا چهار لیوان چای سبز در طول روز می تواند به کاهش وزن شما کمک کند این تصور که نوشیدن چای سبز در دفعات زیاد می تواند میزان کالری سوزی در بدن را افزایش دهد ایده اشتباهی است زیرا با نوشیدن بیش از حد چای سبز در طول روز بدن علاوه بر که با مشکل تحریک پذیری پایانه های عصبی روبرو می شود با اختلال دفع آب و الکترولیت های بدن نیز مواجه می شود. به این ترتیب همانطور که باید در نوشیدن چای معمولی پرهیزهای های لازم را رعایت کنید توصیه شده که در نوشیدن چای سبز نیز افراط نکنید. آنتی های موجود در چای سبز سلول های پوست را در مقابل آسیب ها به ویژه رادیکال های آزاد یکی از عوامل ایجاد سرطان و افتادگی و آسیب به پوست محافظت می کند. به این ترتیب چای سبز مانع از بروز سرطان، افتادگی و چروک کردن پوست به ویژه پوست صورت می شود. یکی دیگر از اثرات مثبت چای سبز کاهش قابل توجه میزان کلسترول خون است. به ویژه که چای سبز باعث کاهش میزان کلسترول بد و افزایش میزان کلسترول خوب می شود. این تاثیر نه تنها میزان کلسترول بدن را در حد متعادل نگه داشته و میزان کلسترول خوب را افزایش می دهد، بلکه مانع از بروز سکته قلبی و سایر بیماری های قلبی و عروقی می شود. می توان نوشیدن چای سبز را مکملی برای سلامت دهان و دندان دانست. علاوه بر این، چای سبز با از بین بردن باکتری های نامناسب محبته دهان، بوی بد دهان و تنفس بعد نیز مرتفع می کند. در چین باستان از چای سبز به عنوان داروی خوشبو کننده دهان پیش از حضور در مراسم رسمی و مهمانی ها استفاده میکردند. درصد بالای فلوراید چای سبز عمدهترین ترین دلیل تاثیر مثبت آن بر استخوان هاست به این ترتیب درصد بالای فلوراید در چای سبز می تواند استخوان ها و دندان ها را در مقابل آسیب به پوسیدگی و پوکی محافظت کند. متخصصان چای سبز را برای کاهش خطر ابتلا به ورم مفاصل ناشی از روماتیسم مناسب می این... این تاثیر با توقف فعالیت آنزیم های تخریب کننده و تحلیل برنده قذروف مفاصل ایجاد می شود. گفتن نیز چای سبز فعالیت سلولهای مغز به ویژه بخشهای مربوط به حافظه را تقویت و تحریک می کند. از طرفی چای سبز باعث کاهش میزان استیلکولین در سلولهای مغز و با این حرکت مانع از تخریب سلولهای مغز و بروز بیماری آلزایمر می شود. نوشیدن چای سبز باعث از بین رفتن رادیکال های آزاد ایجاد شده توسط چربی های موجود در کبد می شود. این عملکرد مثبت مانع از بروز بیماری های کبدی به ویژه سرطان کبد می شود. چای سبز با کنترل عملکرد و محافظت از ساختار دیواره رگها مانع از بروز فشار خون بالا نیز می شود. کاتچین موجود در چای سبز باعث از بین بردن باکتری های مولد مسمومیت غذایی یا سم تولید شده توسط این باکتری ها می شود. چای سبز باعث کاهش قند خون می شود. اگرچه برخی پژوهشگران نوشیدن چای سبز را افراد موسن توصیه میکنند اما برخی دیگر معتقدند نوشیدن چای سبز در جوانی باعث کنترل میزان قند خون پیش از رسیدن به سن کهولت میشود ویتامین سی موجود در چای سبز با تقویت سیستم ایمنی بدن بدن را در مقابل بیماری های مختلف به ویژه بیماری های فصلی مانند سرماخوردگی و آنفولانزا در زمستان، اسهال و استفراغ در فصل تابستان و حساسیت های فصل پاییز مقاوم می در چین باستان برای افرادی که دائما بیمار بودند چای سبز تجویز می کردند. نوشیدن چای سبز برای افراد مبتلا به یا افرادی که به دلیل مشاغل ویژه‌ای که دارند مثل کارگران کارخانه های سیمان یا در مناطق خاصی زندگی می کنند مثل ساکنان مناطق سردسیر توصیه می شود. نوشیدن چای سبز نه تنها گوش را در برابر عفونت و تورم محافظت می کند بلکه در صورت بروز این مشکل نمدار کردن پارچه تمیز با چای سبز و سپس تمیز کردن گوش با آن می تواند تا حدی از تورم و عفونت بکاهد. اگر محل مورد نظر را با چای سبز مرتوب کرده و صبر کنید تا خشک شود و این عمل را سه بار در روز تکرار کنید روند بهبودی محل زخم تسریع می شود. چای سبز خاصیت آرامش بخشی داشته و می تواند حالت تنش، افسردگی و استرس و هیجان را از بین ببرد. اما مزرات چای سبز به دلیل داشتن کافئین جلوگیری از جذب مواد معدنی مخصوصا آهن می کند. خانم های باردار، شیرده و افرادی که ناراحتی عصبی دارند و آنهایی که ضربان قلبشان نامنظم است بهتر است در مصرف آن زیاده روی نکنند. مصرف این چای همچون چای سیاه به همراه غذا جذب روی آهن و کلسیوم را کاهش می دهد. زیاده روی در مصرف این چای می تواند باعث دفع زیاد آب از بدن و خشکی مدفوع و یوبوست شود. مصرف بیش از حد کافئین که در چای سبز و بعضی از اصاره های آن وجود دارد در بعضی از افراد باعث علائمی مانند عصبانیت، بیخوابی و بیقراری می شود. افرادی که دارای بیماری فشار چشم هستند نباید استفاده کننده این چای باشند و افرادی که میگرن دارند میزان مصرف کمی باید از آن داشته باشد و در انتها طرز تهیه چای سبز با لیمو و زنجبیل آب را به جوش بیاورید و چند دقیقه قبل از جوش آمدن خاموش کنید و برک چای سبز را بریزید و آب لیمو و یک قاشق چای خوری زنجبیل رنده شده را با آنها مخلوط کنید و اجازه دهید 15 دقیقه بماند و سپس از نوشیدن آن لذت ببرید اگر شما هم تجربه در این مورد دارید لطفا در قسمت کامنت ها با ما و دیگر دوستانتان به اشتراک بگذارید و برای حمایت از ما تنها کافیست این ویدیو را لایک کنید.